خب بعد از اینکه اومدید فایل قسمت دیتا ست رو کلیک کردید، سلکت دیتا ست، یه بار دیگه میگم دیتا ست، سلکت دیتا ست از تب ماجیک اد کامنت. خب این پنجره باز میشه. ببینید فایل دیتا ست شما این آدرس وجود داره: سی پروگرام دیتا ماجیک اد آر انس. حالا برای ما چون 2019 نصب بوده، اینم توی نصب من گفتم این چیزی که ما نصب کردیم ورژن 2019 هستش و روی 2019 به طور کامل نصب میشه. حالا میتونید به برای رویت 2020 هم اضافه کنید که روش رو گفتم بهتون. خب قسمت دیتا ست پوشه ای دارید به نام کامل، دوباره کلیک میکنید. این پوشه، این فایل، فایل بسیار مهمی هستش، همون فایل دیتا ستتون هست. پیشنهاد میکنم حالا حتما من این رو اکسترکت زیپش کنم، فایل رو فشردش کنم که حالا یه موقع آنتی ویروس با من ویروس نشناسه. این رو حتما داشته باشید، یه دونه ازش کپی بردارید. حالا این گفتم این به عنوان پیش‌فرض نرم افزار هست، شما میتونید شخصی سازی هم انجام بدید که این رو حتما توی روال کارمون براتون توضیح میدم که چیکار کنید. خب انتخاب کردم، اوپن رو میزنم، انتخاب، اوپن. خب فایل دیتا ست من لود شد. فایل سنگینی نیست، فقط یه سری دیتا ست ها رو ست میکنه و اضافه میکنه به پلاگین. خب قسمت بعدی نیو دیتا ست هست. شما اگر نیوی ساختید که حالا روش ها رو بهتون میگیم به چه صورت بیاید نیو بسازید. حالا اینجا حالا گزینه اول، نه گزینه دوم، اگر دارید فایلی رو میتونید کپی فرام بزنید، آدرس انتخاب کنید و اضافه کنید. اگر هم حالا نیو وجود داره میتونید نیو بزنید، انتخاب کنید و اضافه بشه. یه دونه به عنوان اصلی شناخته میشه، یه دونه به عنوان حالا نیو یا جدید میتونید اضافه کنید، یا اینکه نه کریتو بزنید. خب حالا اینجا ما چون نیو رو انتخاب نکردیم نمیتونیم حالا کریتو داشته باشیم. اینا رو جلوتر توضیح میدم، فقط در همین حد اطلاع داشته باشید تا جلوتر بریم. خب قسمت بعدی مودیفای دیتا ست هست. اینجا قسمت شخصی سازیمون هست. مودیفای دیتا ست رو میزنم. ببینید اینجا پنجره بسیار مهمیه برای شما دوستان، و این نکته رو بگم این پلاگین مختص تحصیلات مکانیکی و برقی هست و ارتباطی به بحث سازه و معماری اصلا نداره، این در نظر داشته باشه. خب اینجا اومده تقسیم کرده ventilation, piping, draining, electrical، قسمت communication and data، و حالا cable، قسمت برق رو داریم، شماتیک ها رو داریم، variable seating رو داریم و قسمت های دیگه. حالا هر کدوم میتونید باز کنید. به عنوان مثال قسمت ventilation duct series رو انتخاب کنید. duct هایی که وجود داره اینجا میتونید ببینید، عایق هایی که وجود داره، سایز متد هایی که وجود داره با توضیحاتش، بالانسینگ متد ها رو میتونید اینجا ببینید. و این نکته رو هم بهتون بگم، این پلاگین فقط پلاگین مربوط به مدلینگ نیست، پلاگین طراحی هم هست. حالا میشه میتونید جلوتر ببینید که میاد براتون بحثای آنالیزی، حتی آنالیز نویز و صدا رو هم در نظر میگیره براتون. حالا اینا رو میاد به صورت حالا نمودار یا جدول به شما میده. و این نکته رو خواستم بگم که این رو حتما در جریان باشید، فقط بحث مدل نیست. خب اینجا حالا قسمت دیوایس اند کامپوننت، حالا منظور همون حالا دیوایس های کامپوننت هایی که توی پروژه وجود داره. حالا اینجا میتونید ببینید دیفیوزر ها، اگزاست فن ها، شرکت های مختلف. ببینید شرکت هالتون که با هم دانلودش کردیم، قسمت اکسترکت ایر دیوایس، قسمت پایپینگ هم همینطور. ببینید اینا فامیلی هایی که وجود داره. حالا شما بیاید پلاگین ها رو نصب کنید، فامیلی اضافه میشه. و همینطور از ماجیک اد کلود استفاده کنید که حالا جلوتر راجع به اون صحبت میکنیم. خب قسمت داک سریانس، شما بعد از که انتخاب کردید اینجا تایپ نیم رو دارید، یوزر کد رو دارید، دیستریبیوشن توضیح رو دارید. به عنوان مثال رکتانگولار داک داکی که حالا زیاد استفاده میکنید، من سعی میکنم اون چیزایی که زیاد تو پروژه استفاده میشه
بیشتر اون راجع به اونها صحبت کنید که حالا کلیت به دست بیاد، بعد میتونید از اون توضیحات استفاده کنید برای قسمت های دیگه. قسمت رکتانگولار داکت، حالا یوزر کدش رکت، ببینید یه سری مخفف ها نوشته شده، لازم نیست حتما شما بیاید کامل اسم رو بنویسید، اینا به صورت کد هست یا به صورت آر ای آر سی تی نوشته میشه. توضیحات که وجود داره همون رکتانگولار داکت هست، کلیک راست میکنیم. اگر دوبار کلیک کنید این پنجره باز میشه، حالا این پنجره تنظیمات هست، برمیگردیم. اگر کلیک راست کنید نیو رو بزنید، میتونید یه دونه جدید بسازید، از ابتدا شروع کنید بسازید، یا اینکه نه میایید حالا نمیخواید، اگر اشتباه ساختید یا اضافه هست دیلیت میکنید. دیتا ست پراپرتیز هم دارید، کار مشخص من به دیتا ستش میشه، کاری نداریم. خب بریم داخل این قسمت بشیم. اگر دوبار کلیک کنید وارد پنجره میشید، یا اینکه بیایید گزینه آخر رو انتخاب کنید، فرقی با دوبار کلیک نمی کنه. خب قسمت بالا همینطور که مشاهده می کنید آیدی رو دارید، تایپ نیم رکتانگولار داک فور ربیت فامیلی، یوزر کد رو دارید، دیسکریپشن توضیحات رو دارید. میتونید اینجا متریال رو داشته باشید. این متریال، اسم متریالی که براش وارد می کنید، باید برید از پنجره متریال اینجا اسم رو وارد کنید. همینجور نمیتونید یک اسم وارد کنید. اگر قراره به این داکتمون متریال بدید، باید برید داخل پنجره متریال. قسمت نیشنال کد رو داریم، کد حالا بین‌المللی که داره براش میزنید وارد میکنید. قسمت رافنس زبری مشخصه، حالا همینطور که میدونید برای گالوانیزه تقریبا 3000 فوت هستش. اگر شامل حالا فلکس داکت هم میشه تیکشون میزنید. فلنج تایپتون، لوس تایپتون، افت حالا نوع یا روش افت فشارتون به چه صورت هست میتونید مشخص کنید. فلنج تایپتون، فلنج که میخواید استفاده کنید بر چه استانداردیه. حالا ما همه استانداردها رو توی ایران استفاده نمی کنیم، به خاطر همونه میگم بهتره بیایم شخصی سازی رو حتما انجام بدیم. و BW size range هستش که حالا ventilation placed in high position هست، cable tray هست و dryness indoors. حالا اینجا فعلا کاری باش نداریم، مواردی که لازم بود رو حتما توضیح میدیم بهتون، چون یه سری استاندارد ها وجود داره یا حالا پچت وجود داره که ما توی ایران اصلا استفاده نمی کنیم، یا از اون استاندارد ها پیروی نمی کنیم. به خاطر همین میاییم و مواردی که مهم هست بهتون میگیم و بحث شخصی سازیم. خب حالا بعد از اینکه وارد قسمت پایین بشیم، من قسمت متریال رو کامل کنم، یه از کنسل رو میزنم، کلوز رو میزنم. خب میرم از قسمت متریال، قسمت منیج. حالا دوستانی که پک های مقدماتی و متوسطه ما رو دیدن حتما آشنایی دارن که با این تپ ها آشنایی دارن و ابزارها رو میشناسن، و این پک مختص کسایی هست که قبلا رویت رو در حد متوسطه آشنایی دارن، نه که کاملا حرفه‌ای باشن. حالا خب برای حرفه‌ای ها خیلی عالیه، ولی برای اون کسایی که هیچ آشنایی دارن اصلا مناسب نیست و حتما لازمه تا سطح متوسط پیش رفته باشه. خب قسمت منیج، هم تو گفتم متریال رو من میزنم. خب متریالی که معمولا برای حالا داکت استفاده میکنیم متریال گالوانیزه هست. من میام اینجا خب اسم گالوانیزه رو تایپ میکنم. حالا اگر متریال دیگه برای قسمت های دیگه دارید استفاده میکنید، بیاید و متریال اون رو پیدا کنید. خب من یه لحظه بیام اینجا ببینم گالوانیزه رو دارم. خب اینجا من گالوانیزه رو ندارم. خب یه لحظه اینجا من چک کنم. حالا بحث متریال رو توی پک ها کامل توضیح دادیم. اینجا من توی قسمت متال گالوانیزه رو اینجا دارم. ببینید فلش رو میزنم.
بالا اضافه شد. اوکی. خب اینجا حالا خود گالوانیزه رو دارم، قسمت نیم، استیل، گالوانیزت، فیزیک، گرافیکس، اپیرنس. حالا اینجا توضیحات مربوط به متریال هست، حالا کاری با این قسمت ها نداریم. میریم قسمت آیدنتیتی. خب قسمت آیدنتیتی ما میاییم و اسم گالوانیزه رو نیم بود دیگه، این رو کپی میکنیم. بید بکش. این اسم متریال هست کپی که همینجاست. حالا اگه خواستید اینجا میتونید کلیک راست کنید، رینیم کنید، اسم رو کپی کنید به این شکل، رینیم، همین اسم رو کپی کنید، فرقی با این نمی کنید. من کنسل رو میزنم، میبندم، برمیگردم قسمت تب مجیکت کامل. کجا بودیم؟ قسمت مودیفای، کلیک راست میکردیم، دیتا پراپرتیز یا دوبار کلیک. اینجا میام اسم متریال رو وارد میکنیم دیگه، خود حالا پلاگین یا نرم افزار میشناسه که این متریال رو استفاده کنه. خیلی خوب، ادامه بحثمون بمونه برای قسمت بعدی.